سلام علیکم یا اهل بیت النبوه. من تست 32 رو یک بار دیگه براتون حل کنم. سوال مهمیه، سوال کنکور سراسری 99 هم هست. ببینیم که چی به چیه. میگه نمودار سرعت زمان متحرکی که روی محور ایکس حرکت میکند مطابق شکل زیر است. اگر متحرک در لحظه تی مساوی صفر در مکان ایکس صفر باشد، یعنی کجا؟ یعنی مبدأ مکان، در آغاز زمان در مبدأ مکانه، پس از چند ثانیه دوباره از این نقطه عبور می کند. یعنی چی؟ یه دقیقه دقت کن به چیزی که برات می کشم. این اگر محور ایکس باشه و اینجا هم باشه مبدأ، این متحرک شما به یه سمتی حرکت کرده و تغییر جهت داده، دوباره اومده به همون نقطه اولیه، یعنی اینجا رسیده. حالا بحث اول، نمودار سرعت زمان سطح زیرش به شما جا به جایی میده. اگر این مساحت منفی باشه، یعنی جا به جایی منفی، یعنی خلاف جهت محور ایکس. از این نقطه که میگذره میاد تو قسمت مثبت. اینجا جابجایی مثبت میشه. جابجایی مثبت معنیش اینه در جهت محور ایکس، یعنی به سمت ایکس های مثبت بره. ببین، تو برای رفتن به سمت ایکس های مثبت الزامی نداره که در ایکس های مثبت باشی. من میتونم در ایکس های منفی باشم، به سمت مثبت ها برم. در این صورت میگن جابجایی مثبته، در این صورت میگن سرعت مثبته. شما با آنا پیش حمید لطفاً با آموزشگاه بگین. چشم حدیث خانم، چشم امر دیگه، فرمایش. میوه چیزی هم اگر لازم دارید برای مهمونی که با آنا جان دارید برگزار میکنید بگید من بگیرم بیا. شیرینی، چایی هم که بلدم بریزم، چایی خوش رنگ. این از این. ببین، پس اولا این متحرک شما خلاف جهت محور ایکس اومده. بعدش میبینی سرعت مثبت شده، یعنی این که دور زده، تغییر جهت داده، در جهت حرکت کرده و اومده سر جای اولش. ببین، چیزی که مشخصه اینجا اینه، چیزی که مشخصه اینه جا به جایی منفیت و جا به جایی مثبتت باید از نظر اندازه‌ای کی باشن. جا به جایی مثبت و منفیت از نظر اندازه‌ای باید یکی باشن، یعنی این S1 و این S2 باید هم اندازه هم باشن. کاری که انجام میدادیم این بود. ببین، حرفامو یادت بیار. میگم این خط کلا شیبش ثابته. شیب نمودار سرعت زمان یعنی شتاب. ما با هم قرار گذاشتیم شتاب رو بذاریم توی گوشه. بیا این شتاب توی گوشه، یه شتابم بهت میدم اینجا توی گوشه. تا اینجا که اوکیه، نه؟ سوالی نیست؟ اینجا 4 واحده، از 5 تا 9 4 واحد. این تیکه رو من نمیدونم چقدره، سر همین بهش میگم تی. ببین، سوال هم عملا داره از تو همین تیه رو میپرسه، میگه بعد از چند ثانیه. این از این. ما با هم یاد گرفتیم، اگر خاطرت باشه، ما با هم یاد گرفتیم آ ضرب در مجاور میدهد مقابل. یه بار دیگه این جمله رو گوش بده. این رابطه طلایی اول بود، تکنیک اول، فن اول.
آذر در مجاور میدهد مقابل. حالا مقابل به این آه میشه این دیگه، میشه این. پس آذر در مجاورش که چهاره باید بشه این ارتفاعه، پس میشه چهار آه. اینجا هم که آ دارم، ضرب در مجاورش که تیه میشه، اینجا برای شما میسازه آتی. دیگه فکر کنم سوال شد در حد روستا، کاری نداره. بیا حساب کنیم. اول مساحت S1 رو برات حساب میکنم. S1 میشه یک مثلثی با این مساحت، یک دوم قاعدش که 9، ارتفاعش هم که 4 آ. این باید مساوی بشه با مساحت S2. حالا مساحت S2 رو می نویسم دوباره، یک دوم قاعدش که تیه، ارتفاعشم که آتیه. بریم برا بزن بزن. اولا یک دوم ها خط می خورن، دومن آ خط می خوره. چیزی که برا مونده اینه، 4 9 تا 36 تا مساوی است با تی به توان 2. از اینجا نتیجه میگیرم تی میشود 6 ثانیه. تی میشه چقدر؟ میشه 6 ثانیه. یعنی این طول 6 ثانیه است. از 9 6 تا برم جلوتر میشه 15. پس در چه لحظه ای دوباره برمیگرده سر جای اولش؟ لحظه 15. گرفتید کاملا؟ اوکیه برو بچ. بله 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 بله، همه این قاعده 9 دیگه. ببین همه این قاعده 9، این تیکراه 9 ثانیه است. شهید اوکی شد. بریم برای بررسی یک موضوع جالب به اسم خط ترمز. خط ترمز، خوب گوش بده برفم. نمیدونم حالا شما دخترها هم اینجوری بودید یا نه. ما پسرها اصولا دوست داشتیم دو زمان بچگیمون این دوچرخه ترمزاش میخ باشه. اصطلاحا بهش میگفتیم ترمزامون میخه. یعنی چی؟ یعنی وقتی با دوچرخه ترمزو میگرفتیم لاستیک قفل میشد، پشتمون رو اسفالت یه رد سیاهی از لاستیک میافتاد. و تو تصادفها هم اصولا یه همچین ردی رو میبینید. خب به این میگن خط ترمز تو تو تصادف. میگن تصادفه اینقدر شدید بود مثلا 30 متر خط ترمز داره، این یارو چه سرعتی داشته پاشو گذاشته رو ترمز، این همه راه رد لاستیک گذاشته. پس منظور از خط ترمز تو زندگی عادی اینه. بحثم رو ادامه میدم با این مفهوم توی فیزیک. تو فیزیک الزامی نداره که شما وقتی ترمز رو میگیری لاستیک قفل بشه روی اسفالت رد لاستیک بیفته که بگی خط ترمز. خیر، ببین توی فیزیک منظور از خط ترمز اینه، جا به جایی شما، تکرار میکنم، جا به جایی شما از لحظه‌ای که ترمز رو میگیری، یه بار دیگه، جا به جایی شما از لحظه‌ای که ترمز رو میگیری پاتو میذاری روی پدال تا وقتی که پاتو از روی پدال بر میداری، تا وقتی ترمز تموم میشه، به این جا به جایی میگیم خط ترمز. مفهوم فیزیکیش اینه.